عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان گرامی شبکه و تلویزیون پارس در برنامه بازشناسی باورها در خدمت شما هستیم در روز پنجشنبه 24 خرداد ماه که احتمالا آخرین برنامه از مجموعه برنامه هایی خواهد بود که پیرامون مبانی و اساس فهم سیاست‌گذاری و رفتار رژیم‌های ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی خدمت شما ارائه کردیم. البته امیدواریم که این جلسه آخرین جلسه باشه. برای فهم سیاست‌گذاری‌ها و رفتارها، کنش‌ها، حاکمان، امر سیاسی، ارزش‌ها و هنجارهای هر رژیمی باید به مبانیش توجه کنیم. به آنچه که آن روبنا پیرامون اون صورت بندی میشه، یعنی اخلاق سیاستمداران یک جامعه از کجا بیرون میاد، ارزش گذاری ها، دوست و دشمن ها در امر سیاسی، اولویت ها نسبت به طرح‌ها و برنامه ها چطور انتخاب میشه. برای همین هر رژیمی ویژگی های خاص خودش رو داره و برای تحلیل و الگوبرداری رفتاری هر رژیم هم شما باید اساس و مبانی اون رو بشناسید، یعنی بدانید که این رژیم ها در برابر یک پدیدار یا یک وضعیت جدید چگونه رفتار میکنه. اینا بر اساس الگوها قابل شناخته. در جهان غرب با توجه به اینکه احزاب در دموکراسی ها قدرت میگیرن و بر ایدئولوژی خاصی بنا نشدن، طبیعی که شما باید اون رو در چارچوب برنامه حزبی در نظر بگیرید. یعنی مثلا در ایالات متحده جمهوری خواهان در مورد سیاست خارجی چه فکر میکنن، دموکرات ها چگونه نگاه میکنن، در مورد امنیت چگونه نگاه میکنن. بنابراین یک تحلیلگر یا افرادی که علاقه مندن به مسائل سیاسی اگر این مبانی رو بهتر بشناسن، وقایعی که میتونه پیش بیاد رو راحتتر تشخیص میدن و اگر هم رخ داد اون رو بهتر تبیین میکنن. به همین دلیل مجموع برنامه هایی رو پرانتزوار در واقع باز کردیم و امیدواریم امروز این پرانتز بسته بشه و از هفته آینده در روزهای پنجشنبه برگردیم به اون مسائل مربوط پیرامون انقلاب ها که پیشتر شروع کردیم و به مباحث مربوط به لاک رسیدیم، ولی خب نیاز بود بنابر وقایعی که در منطقه رخ داد این پرانتز کوچک رو باز بکنیم. خب ما به شباهت های اسلام و ایدئولوژی های توتالیتر پرداختیم، یعنی ویژگی هایی که در هر دو وجود داره و به رژیم جمهوری اسلامی به میراث رسیده. به آنجا رسیدیم که اشاره کردیم حاکمان در درون این ایدئولوژی ها یا رژیم هایی که از دل ایدئولوژی های بیرون آمدن که اون زمینه های دینی رو داره، حاکمان در خدمت ایدئولوژی هن، نه حاکمان در خدمت مردم. یعنی برای اونها مهم نیست که مردم چه ارزش هایی رو امروز میپذیرن یا قبول دارن. اونها بر اساس مبانی ایدئولوژیشون جامعه رو صورت بندی میکنن، اخلاق سیاسی رو اجرا میکنن، اخلاق فردی رو میخوان. یعنی برای اونها مهم نیست بانوان ما چی میخوان، برای اونها مهم اینه که ایدئولوژی از بانوان چه میخوان. به همین دلیل میگن پوششتون رو این گونه انجام بدید، رفتارتون در درون خانواده، حق و حقوقتون و مسئولیتاتون بر اساس دیدگاه شما نیست که شما امروز میبینید جهان چگونه داره طی میشه. نه، ما یک مبنا داریم، بر اساس اون شما باید اون رو انجام بدید. به همین شکل برنامه های سیاسی هم منطبق با ایدئولوژی میشه، یعنی دوست و دشمن بر اساس منافع ملی نیست، بر اساس اون نگاه ایدئولوژیکه. حتی منفعت ملی هم در درون ایدئولوژی تعریف میشه که این ملت چه میخواهد. حالا ممکنه شما به جای ملت امت رو قرار بدی، مقصود اون جمعه. یعنی ایدئولوژی به شما میگه که آنچه که به نفع مردم است چیست. مهمی نیست که شما از مردم نظر بخواید، اونا منافع خودشو تشخیص نمیدن. الله یعلم و انتم لا تعلم، خدا میداند شما نمیدونید. یعنی به صراحت در آیه 216 بقره مثلا آمده همین مثلا میگه کتب علیکم القتال، جهاد و قتال بر شما واجب شد، اما شما دوست نداری. مثل امروز جنگ با جهان رو مگه مردم ما دوست دارن؟ دوست ندارن.
دوست نداریم آمریکا اسرائیل با دیگران بجنگیم، دلیلی نداریم. اما ایدئولوژی میگه که جهاد برای شما مقرر شد، بعد ادامه میده میگه چه بسیار چیزهایی رو که شما دوست دارید اما براتون خوب نیست، و چه چیزهایی رو که دوست ندارید ناخوشی اما برای شما خوبه، خدا میداند و شما نمیدونید. الله و یعلم انتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدونید. بنابراین ایدئولوژی همین خلاصه این رو در خدمت شما قرار میده، میگه مشکل جامعه رو من حاکم میفهمم، شما ها نمیفهمید، من دولت مرد میفهمم، مردم عادی نمیفهم. چون که در نگاه امروزی منفعت ملی یعنی ملت چه میخواد، اگر من میفهمم خب میشه منفعت شخصی، یعنی من شخص با داشته های خودم با تجربه خودم و با دانش خودم میفهمم، ولی شما نمیفهمید. پس در نتیجه حاکمان ایدئولوژیک در درون این نظام به مبانی ایدئولوژی نگاه میکنن، نه به منفعت مردم. حالا مردم هر چقدر میخوان تو خیابان ها فریاد بکشن، مسئله اینه که متن مقدس به من گفته باید این گونه رفت. دومین مسئله که باز از دل این نکته بیرون میاد اینه که حاکمان ایدئولوژیک محصور در خود ایدئولوژی میشن، و این نکته بسیار مهم است. یعنی اگر شما توقع تغییر از سید علی خامنه ای دارید اشتباه میکنید. اگر توقع تغییر بنیادین در رفیق استالین رو دارید اشتباه میکنید. اگر از هیتلر توقع دارید مشی خودش رو تغییر بده اشتباه میکنید، چون اینها محصول در اون ایدئولوژی هست. اصلا پایی قدرت گرفتنشون در اون ایدئولوژی است، چون نماینده اون ایدئولوژی هست. من عرض کردم ایدئولوژی، حالا اون ایدئولوژی اسلامی میخوام عرض کنم، متولی داره، مفسر داره. شما برای فهم احکام دین نمیرید از یک آدم مهندس و دکتر سوال کنی، میری از آخونده سوال میکنی، چون تو ذهنت اینه که مثلا آداب طهارت رو اون مهندسه که بلد نیست، اون پزشکی که بلد نیست، این آخوند محلمون یا در حد بالاتر اون مرجع تقلیدی که میتونه به من بگه آیا لباسم نجسه یا نیست، آیا میتونم با این لباس نماز بخونم یا نه، آیا حجاب خانمم مناسبه یا. این متولیان طبیعیه که قدرتشون رو از همون ایدئولوژی گرفتن. یعنی آخونده اگر دیگه لباسش رو در بیاره و وارد فضای دیگری بشه، دیگه کسی بهش اعتبار نمیده به عنوان آخوند. شما فکر بود چرا این آخونده با لباس تو خیابوناشون میگردن، در حالی که در اسلام منع لباس شهرت داریم. لباس شهرت یعنی لباسی که سبب تمایز شما از مردم جامعه میشه و مربوط به یک طبقه خاصی است. حالا جالب اینه که در اسلام ممنوع شده حتی نماز گذاردن با لباس شهرت. یعنی وقتی کسی از دور نگاه میکنه میفهمه این آخونده. مربوط به یک طبقه خاصی است. مربوط به یک گروه خاصی است. همون میاد امام جمعه هم هست. اما چرا میاد در خیابان با لباس خودش؟ برای اینکه اتوریته داره برش. در قدیم اینطوری بود دیگه، وقتی آخوند میامد در خیابان مردم کنار میرفتن این آخونده اول خرید کنه، اول نانشو بگیره، جلو بشینه در تاکسی. اما الان دیگه بی اعتبار شدن، هیچ کس هم به اینا یه لقمه نونم نمیده، سوارشون هم نمی کنن گهگاهی، عمامشون هم میندازن. در گذشته اینطوری نبود. یا آخوندی که تازه از حوزه بیرون می آمد لباسشو می زاش. نوع صحبتش تغییر می کرد تا همه بدونن اون آخونده. این لباس اعتبار داشت. بنابراین متولیان از دل همین اعتباره که نزد مردم محترم میشن، نفوذ پیدا میکنن.
و از همون قبل هم قدرت میگیرن. حالا اگه بیاد پشت پا بزنه به اون ایدئولوژیش، طبیعیه بر سر شاخ نشستن و بن بریدنه. اینا برای اون ایدئولوژیشون وای نیست. شما دیدید بعد از این جریان ها در این یکی دو سال اخیر خیلی صحبت بر سر این بود که خب عزیزان این بر ایران شروع میکردن عمامه پرانی رو، خیلی آمدن و مطرح کردن خب چرا شما با لباس خودتون میاد تو خیابان، لباسی که یک لباس حکومتی است. بنابراین تمام آخوندها به نحوی به یک رژیمی وصلن. حالا یکی در مسجد محلشه، دستی در جنایت نداره، ولی داره همون جنایت های فکری رژیم رو توجیه میکنه، جو جامعه رو به هم میزن. میگفتن آقا شما میخوای بری خرید یا با همسرت داری بیرون میگردی، چرا لباس خود تنت میکنی؟ برو تو هم حوزه لباس تنت تو مسجد بپوش، نماز بخون، در بیار، بیا بیرون. اما روحانیت دست بر نمیداره، چون میدونه این لباس برای او اعتباره، بدون اون لباس چیزی نیست. حالا قدیم میگفتن لباس پیامبر تنش، دیدید این پیر زنای ما، پیر مردان ما این کارا رو میکردن، لباس آخوند رو میبوسیدن، دست میکشیدن از این مزخرفات، که این پسری که حالا مثلا رفته در حوزه درس خوانده آمده یک ویژگی های خاصی پیدا کرده، لباس پیامبر هم تنش. حالا لباس پیامبر که اصلا اینطوری نبود، حالا کاری هم نداریم، ولی دروغ دیگه. به لباسشون وجاهت میدن، به علمشون، حالا به اون معرفت و دانششون میگن علم، علما. خب اینا که از همین دام در واقع قدرت میگیرن، هیچ وقت دام رو بر نمیدارن، چون سیدی تو اون دام نمیافته. حاکمان ایدئولوژیک همینطوری هم. یعنی هیچ وقت بزرگان اون ایدئولوژی رو نفی نمی کنن. اتفاقا استالین میخواست نشون بده عین لنینه، یعنی تغییری نداره. اگر نظرش یه جایی عوض میشه، میخواد بگه مقصود لنین همین بوده که من گفتم. در آلمان نازی این سیبیل های خاص آدولف هیتلر روش کرده بود، محبوب شده بود. یعنی مردم میخوان خودشون رو شبیه به حاکمان کنن، حتی در ظاهر. نام آدولف مثلا، نام بنیتو، دوچه، در مورد موسولینی و اینا خیلی انجام میشد، رخ میداد. لباس های شبیه به اونا میپوشن، سبک زندگیشون، رفتارشون رو میخوان شبیه به حاکمان کنن. این خاطر اینکه اینا به واسطه همین ها داره قدرت میشه. حالا که قدرت گرفتن، آیا میتونن اون ایدئولوژی رو نفی کنن؟ خب طبیعیه نه، نمیشه نفیش کن، چون مبنای قدرتت ایدئولوژیست. هرچی ایدئولوژیک تر باشی مخلصتری. این واژه انقلابی بودن در ابتدای انقلاب یعنی همین، یعنی هر کی میخواست نشون بده انقلابی تره، یه ریشش باید بلندتر میشد و کر و کثیف‌تر بود و لباسای مثلا عجیب و غریب شبیه این بسیجی های خودمون و اینها میپوشید و میامد. وگرنه شیک پوشی و اینها، نه، اینا انقلابی نیست، طاغوتی است. علامت طاغوتی این بود ریشاتو بزنی، یه کراواتی بذاری، اینا میشه طاغوتی. اما هرچی کر و کثیف‌تر بودی، خاکیتر بود لباسات، ریشتو نمیزدی، ما یه دفعه حمام نمیرفتی، اینا نمیرفتی، بهتر بود، انقلابی تر بودی، نشون میداد مستضعفی. و اینا در درون تفکر جامعه به وجود میاد. شما الان به قیافه این آدمای خودمون نگاه بکنی، سیاستمدار خودمون، پیشانیاشون همه قهوه‌ای میشه، یقه هاشون رو یه جور خاصی با هم، همشون یه جور هم هست میبندن، یه جور صحبت میکنن، یه تسبیحی دستشونه. شاید برای ما مضحکه، اما اونها میدونن این رفتارها نشانه نزدیکی به اون ایدئولوژی است. ایدئولوژی که میخواد حتی سبک نوع پوششتون هم مشخص باشه. حالا من امروز اگر فرصت شد در مورد سیاسی شدن صحبت میکنم، واقعا به ذهنم رسید بعد نیست این مسئله رو عرض کنم، چگونه گفتمان ها سیاسی میشن. در اونجا میبینیم چطور پدیده های روزمره تبدیل میشن به یه امر سیاسی. پس بنابراین حاکمان ایدئولوژیک
مبنای مشروعیتشون ایدئولوژی و هیچ وقت اون ایدئولوژی نفی نمی کنه. پس توقع تغییر نداشته باشید از سید علی خامنه‌ای، توقع تغییر بنیادین از جمهوری اسلامی نداشته باشید. مثلا من بعضی رو میبینم آقا این رژیم چرا سر عقل نمیاد، چرا با دنیا صحبت نمی کنه، چرا اینقدر به دنبال دشمنیه. خب اساس کار رژیم های ایدئولوژیک غیریت سازی و دشمنی است. یکی از شباهت هایی که میان اسلام و ایدئولوژی که الان در ایران حاکمه هست، یا بعضی از این ایدئولوژی ها، ایدئولوژی های توتالیتر، دشمن سازی است. اصلا دشمن سازی سبب زنده بودن جنبشه. جنبش های توتالیتر برای اینکه شما رو زیر نظر بگیرن همیشه میگن یه دشمنی تهدیدت داره میکنه، بنابراین امنیت تو من باید حفظ کنم. شیطان گولت میزنه، من باید بر روی تو نظارت بکنم. در اسلام شیطان اولین دشمنه، همیشه هم کنار شماست. یک لحظه غفلت کنید گولتون میزنه. وقتی این ایدئولوژی، وقتی این عقیده، باور دینی تبدیل بشه به ایدئولوژی سیاسی، حالا مصادیق دیگه هم پیدا میکنه. خب میدونید در اسلام یک دشمن ذهنی دارید به نام شیطان و یه ایادی داره، کفار و مشرکان و یهودیان و اینا همه اسباب شیطانه، برای اینکه شما رو فریب بدن، گولتون بزنن، از اون اهداف و آرمان ها دورتون بکنن. حالا که تبدیل شدید به یک رژیم سیاسی، معادل اون رو پیدا میکنید، چون این دشمن سازی باید دقیقاً عینیت پیدا کنه برای شما، باورپذیر باشه. بنابراین امریکا میشه دشمن شما، اسرائیل میشه دشمن شما. و دائما این جنبش ها و رژیم ها به دنبال دشمن سازی هست. در درون دشمن سازی است که اینها میتونن قدرت داشته باشن، استمرار و دوام داشته باشن، امرار معاش بکنن. پس هیچ وقت این مؤلفه مهم رو که ذهن مردم رو تحت تأثیر قرار داده کنار نمیذارن. شما با وجود دشمنه که زندگی مردم رو زیر سلطه میگیری، که نگاره دشمن به مردم نفوذ بکن، به جامعه ما نفوذ بکن. خودت رو پاسدار مردم میدونی، مسئول حراست مردم میدونی. بنابراین این غیریت سازی ها نیازمند خصومت هم هست، یعنی یک آنتاگونیسم رو میاره، یک خصومت سازی، یک غیریت سازی خشن. نوع رفتارت هم متفاوته دیگه، از یک ترد کردن شروع میشه تا حذف خشونت بار، یعنی بسته به دشمن داره. اگه دشمن یا آدمی یا یک گروهی یا یک اعتقادی باشه که چندان خطر نداره، شما تردش میکنی، با تبلیغات به مردم میگی ندید بگید دارو. اما اگه بعدا تبدیل بشن به یه قدرت، با ترد کار پیشتره خشونت، سرکوب، حذف فیزیکی. دیدید در مقیاس های هزاران نفر، میلیون ها نفر در آلمان نازی، در شوروی کمونیستی، در جمهوری اسلامی رخ داده. این خصومت سازی در جهان غرب هم وجود داره، یعنی اینطوری نیستش که اونا خصومت ندارن، نه، اما اسمش خصومت نیست. یعنی خانم شانتال موف یا شانتال موفه که از نظریه پردازان و بحث گفتمانی است در کنار آقای نستو لاکلاو، بحث خصومت رو در اینجا به دو واژه تبدیلش میکنه. یکی خصومتی که رقابت، یعنی خانم موفه معتقده که در جهان غرب هم غیریت سازی وجود داره، یعنی مگه ما جمهوری خواهان، شما دموکرات ها، ما حزب مثلا کمونیست، شما حزب ملی، ما سوسیال دموکرات، شما مثلا دموکرات مسیحی یا هر چیز دیگه. اما اینجا تبدیل به خصومت نمیشه، تبدیل به رقابت میشه.
یعنی هیچ گروهی به خودش حق حذف دیگری رو نمیده. این نیاز به یک رشد ذهنی داره. ما هنوز وارد اون مسئله نشدیم. یعنی هنوز این فضای فکری جامعه ما رو نگاه میکنی، خصومت وجود داره، پدرکشتگی وجود داره، میخوایم حذف کنیم. این به اون میگه چپول، چپول به اون میگه فلان، اون یکی به اون میگه منافق، این یکی به اون میگه مجاهد. هر فکری که شما بکنید نشان دهنده اینه که فضا خصومته، فضا رقابت نیست. یعنی کسی نمیاد بگه خب من چپم، شما اندیشه های منو قبول نداری، نقدش بود، تو راستی، من میام اندیشه هاتو نقد. در جهان غرب اینجوری رخ میده، شدیدترین نقدها رو هم دارن به برنامه های اقتصادی، سیاسی، مهاجرت. صبح تا شب تو رسانه هاشون میبینیم. اما از ادبیات مرگ بر این مرگ بر اون استفاده نمی کنن. یعنی هنوز ما ایرانیان اون فضای نامطلوب و نامطبوع خصومت و ترد و خشونت رو دارن دارن خودمون داریم. حاضر نیستیم با دیگران رقابت کنیم. مثلا رقابت چیز بدیست. سلیمانی امیری در یه حوزه یه معلوماتی داره، یه رقیبی داره، یک مخالفی داره، میاد یه برنامه دیگه ای میسازه. اگه سلیمانی باور به رقابت داره، میگه اونم کار خودشو بکنه، منم کار خودم بکنم. یه ده برنامه منو دوست دارن میبینن، یه ده برنامه اون آقا رو دوست دارن میبینن. اما اگه تفکر خصومته، میگم نه نمیشه، زنگ بزنم به آقای شهرتی بگم برنامه اونو کنسل کن، یه زنگ بزنم به آقای شجره بگم به این برنامه نه. به همین سادگی فرهنگ اجتماعی سیاسی ما اینطوری، همین رسوب میکنه در درون جامعه. وقتی کودکان ما، نوجوانان ما نگاه میکنن که نخبگان جامعه فرهنگ خصومت دارن، خب اونا میاد میگیرن. آقا دلمون خنک شد که آقای فلانی دیگه برنامه نداره. اصلا برای اینکه برنامه هم نداشته باشه هزار تا چیز میگن دیگه. آقا این اینجوریه، نمیدونم مسبب دشمنیه، فلان ستیزه، هر چیزی دیگه، هر چیزا وجود داره تو فضا. اما هیچ کس نمیگه بیایم بشینیم. اگه حرف غلطی میزنه نقدش میکنیم، اگه حرف درستی میزنه میپذیریم. حداقل نمیپذیریم هم مردمی که به حال دوست دارن میبینن میشنون عاقلن، مگر اینکه ما معتقد باشیم نه مردم عاقل نیستن. نگاه دین خویی یکی از ویژگیاش همینه، یعنی معتقد مردم نمیفهم، من باید تشخیص بدم که مردم چی گوش بدن، کدوم آهنگو گوش بدن، کدوم اخبار رو بشنون، چون مردم گول میخورن. بنابراین من ممیزی میکنم، یعنی من میگم این خبر رو پخش کنید، این کتاب رو منتشر بکنید، این برنامه رو بسازید، این فیلم رو تهیه بکنید، اما بقیه رو نه، چون مردم گول میخورن. اساس دین خویی یعنی همین مراقبت از مردم برای اینکه گیر شیطان نیفت. حالا شیطان کیه؟ سلیمانی امیری. این هست مسبب همه بدبختی های ما. ببین اسلام ستیزه، ببین سنت ستیزه، ببین اینطوری حرف میزنه. چون مردم ما نمیدونن و سلیمانی هم مسبب فریبه. بیاییم درنشو ببندیم. شما در جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنن. چیکار میکنن؟ تلویزیون نمیدن، اجازه نمیدن که طرف مقالهشو منتشر کنه. اگه از یه طریقی اقدام کنه احساس کنن خطرناکه، بگیم حذفش بکن. این روش مسلمانان بوده از صدر اسلام تا به امروز. اونهایی که از صدر اسلام حذف شدن به خاطر یک شعر ساده، تا کسروی ها و افرادی که همین الان دارید میبینید. خب این فرهنگ خصومت در درون ایدئولوژی جمهوری اسلامی وجود داره، هم مبانیشو داره، هم حالا که تبدیل به ایدئولوژی شد غیریت در اون نهادین است. اما مایی که میخوایم ایران آینده رو بسازیم چیکار باید بکنیم؟
ما باید این فرهنگ خصومت رو که در درون ایدئولوژی های توتالیتر معنا داره تبدیل کنیم به رقابت که در مفاهیم مدرن می گنجه. حقیقت نزد هیچ کس نیست، نزد همگان. اگر میخوایم ایران خوبی داشته باشیم باید رقابت کنیم. اگر قدرت ماهیچه های ذهنی ما، استدلال ما، دلیل ما، مدارک ما قوی باشه، میتونیم مردم رو مجاب کنیم به این که آقا این دیدگاه بهتر است، دیدگاه سلیمانی غلط. اما وقتی در خودمون احساس ضعف میکنیم، میگیم نمیشه اینو قانع کرد، نمیشه اسناد ارائه کرد، پس بریم حذفش بکنیم. پس بسیار مهمه اگر ما مدعی فرهنگ دموکراتیک هستیم، مدعی هستیم اگر ما بیاییم ایران بهتری است، اما الگوهامون مثل گذشته باشه ما به هیچ جایی نخواهیم رسید. به همین دلیلی که من عرض کردم بیماری امروز جامعه ما حاصل یک زیست غلط، یعنی خوراک درست به مردم ندادیم، سبک زندگی درست سیاسی به مردم ندادیم. برای همینه که بیماری، غذاهای خوب فکری نخوردیم، استفاده نکردیم، تمرین نکردیم، تجربه دیگران برای ما تجربه نشد، درس نگرفتیم. بعد بگیم خب چرا جامعه ما خوب نمیشه؟ خب مگه منتظر شما جامعه خوب باشه؟ یه انسانی که از صبح تا شب سیگار میکشه، مشروبات الکلی مینوشه، حرکت نداره، ورزش نداره، میخواد زندگی سالمی هم داشته باشه؟ همین خیلی هم که زنده ماندیم خیلی. همین دلیل بار از زیر این خاکستر ایدئولوژیک نسل جدیدی رو ققنوسوار بیرون آورد. با شعار نمیشه، با تمرین کرد. به تبلیغ نمیشه. سلیمانی خیلی دموکرات است. کجا دموکراته؟ کجا منشش به دموکراسی میخوره؟ وقتی تمام صحبتاش حذف این و اون و مرگ بر این و مرگ بر اونه، وقتی پشت پرده رایزنی میکنه که اون یکی صحبت نکند، اون یکی حرف نزند، این یکی فلان است، بر علیه دیگران پرونده سازی میکنه، انسان دموکراتی است؟ نه. بنابراین باید ذائقه خودمون رو تغییر بدیم. پس غیریت سازی و دشمن سازی یک فصل جدا نشدنی از دفتر ایدئولوژیک اسلامی و البته رژیم های توتالیتر. دائما هم سعی میکنن دشمن جدید بسازن، چون نحوه زیستشون به اون شکل. دیگر نکته‌ای که باز به ذهنم رسید در شباهت میان ایدئولوژی و اسلام و ایدئولوژی توتالیتر، حکومت حکم به جای قانون. حکم یعنی امری که از سوی یک مرجع متعالی داده می شود و مردم ملزم به تبعیت. بهش میگیم حکم. یعنی فرض کنید من رئیسم، یه دستوری به شما میدم، اصلا هم از شما نظر نخواسته، شما کارگران مثلا فرض کنید شرکت من هستید، کارخونه من هستید، یا پیروان فرقه من هستید، هر چیزی. شما دستور میدم که از امروز این لباس رو بپوشید. خب این اون رو نه حاصل یک فرایند ذهنی یک انسانی است، حالا بگید موجود متعالی، موجودی که بالاتر قرار میگیره و دیگران ملزم به تبعیت هم. ما بهش میگیم حکم. اما قانون چیست؟ قانون همان امر و نهیه، اما بین الاذهانی است، چند ذهنی است، حاصل فرایند گفتمانی مردمی است که اون رو تعیین میکنه. یعنی ما با رضایت خودمان آمدیم 10 نفر تصمیم گرفتیم میان خودمون این قضیه حاکم باشه، این کارو بکنیم اون کارو نکنیم. ما به این میگیم قانون. یعنی مفهوم مدرنی که ما از قانون نام میبریم آن چیزی است که عقلای مردم که منتخب مردم هستن اونو تعیین میکنن، در اختیار مردم قرار میدن.
براش دلیل دارن، شواهد دارن، میگن آقا این مطابق میل مردم ماست، اراده عامه. اسلام شما قانون نداری، حکم داری. همین دلیله که در قرآن آمده در جایی که خدا و رسول حکم میکنن هیچ مؤمن و مؤمنهی حق تخلف ندارن، حق اظهار نظر دیگهی ندارن، چون حکم. ایدئولوژی ها بر حکم بنان. یعنی ما میگیم شما باید گوش بکنید، شما کاری نیستید که اصلا با شما مشورت بکنید. حکومتی که از دل حکم بیرون میاد اما چیزی که شما در جمهوری اسلامی میبینید، اما در جوامع مدرن، در جوامعی که امروزه محل حالا بگیم مناسبی برای امر سیاسی و زندگی ماست، حکومت حکومت قانون. یعنی نمایندگان مردم میشینن پیرامون یک مشکل، با هم افکارشون رو به اشتراک میگذارن، بحث میکنن، جدل میکنن، گفتگو میکنن، یک چیزی از افکار عمومی بیرون میاد، مردم اون رو میپذیرن، نمایندگانش رو تصویب میکنن. پس ما در جمهوری اسلامی قانون نداریم دوستان، حکم داریم. اگر هم قوانینی داریم که از حالا بگیم خرد مردم بیرون میاد، ذیل حکم قابل فهمه. یعنی اگر جای قانون با حکم در تضاد قرار بگیره، حکم حاکمه نه قانون. یعنی شما فرض کنید یک امر دینی است، حکمشو خدا داده، رسول داده. حالا امروز ما احساس کردیم که آقا نباید اینطوری باشه، میگه نه، آن چیزی که شما فکر میکنید قانونه مرجعش حکم. اتفاقا یکی از مسائلی که در درون ایدئولوژی ها معنا داره ایجاد ساختارهای مناسب با ایدئولوژیه. یکی شورای نگهبان مثلا، یعنی جایی که مبنای تشکیل شورای نگهبان اینه که قوانین مردم رو، نمایندگان مردم رو با اون احکام تطبیق بده، ببینه آیا مطابق احکام هست، اگر هست تایید میکنه، اگر مطابق احکام نیست میگه نه این نباید باشه. بنابراین در درون جمهوری اسلامی حکم دست بالا رو داره نسبت به قانون. ساختاری مثل شورای نگهبان برای حفاظت از احکام در برابر قوانینه. یعنی قانونی نیاد که حکم خدا رو تعطیل بکنه. در قانون اساسی مشروطه هم ما همین مشکل رو داشتیم. یک متممی به اصل دوم قانون اساسی چسباندن که آقا 5 نفر مجتهد نظر بدن که اگر قانونی از مجلس شورای ملی گذشت، این 5 نفر بیان نگاه بکنن ببینن این قانون با شرع تضاد داره، مخالفه. اگر مخالفه ردش بکنه، بگیم نه این نباید قانون بشه. یعنی ما هم در قانون اساسی مشروطه هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی یه مکانیزمی تعبیه شده که نشان میده احکام بالاتر از قوانینه، و در قانون اساسی آینده باید این تغییر بکنه، جایی که قانون باید بر صدر بنشینه نه احکام. احکام باید بره در حوزه های خصوصی افراد. اینکه من چطور میخوام لباس بپوشم در درون یک جامعه آزاد حاصل اندیشه انسان هاست، تعیین نشده توسط یک شخصی 1400 سال قبل یا 2000 سال قبل، یا تطبیق نمی کنه با دیدگاه یک عده از یک طبقه خاص به نام آخوند یا کشیش، که ما نگاه میکنیم تصویب میکنیم که آقا این باشد یا نباشه. بنابراین شورای نگهبانی که شما دارید نگاه میکنید دقیقا برای همین تعبیه شده که پاسدار احکام باشه. اما یه استثنایی داره. استثناش در کجاست؟ در جمهوری اسلامی به مرور زمان مشکلاتی پیش آمد. یعنی احکامی وجود داشتن که دینی بودن، اما با توجه به وضعیت سیاسی کشور میتونست مشکلات ایجاد بکنه. روح الله خمینی یک تدبیری اندیشید،
یعنی میدونست که اگر در مورد مثلا یک موضوعی بین قانون که میتونه حالا در جنبه های مختلفش باشه، سیاسی باشه، مدنی باشه، جزایی باشه، یک مطلبی میتواند قانون بشه، اما این قانون با شرع دچار مشکل میشه، اون وقت چیکار باید بکنیم؟ اگر حکم شرعی رو بپذیریم، کیان مملکت در خطر قرار میگیره، یعنی نظام ممکنه دچار مشکل بشه. اگر احکام رو بپذیریم، خب جامعه جهانی ممکنه ما رو نپذیره، مشکلات بیشتری ایجاد بشه. اگر اونو بپذیریم، خب حکم رو چیکار بکنیم؟ با مبانی چیکار بکنیم؟ در اینجا او یک تدبیری اندیشید و مجمع تشخیص مصلحت نظام رو ایجاد کرد. از عنوانش اصلا معلومه، یعنی مصلحت نظام چیست. این هم البته مبنای شرعی داره، یعنی ریشهاش برمیگرده به زمان خود پیامبر اسلام، جایی که بنابر مصلحت نظام مثلا صلح حدیبیه رو پذیرفت. خیلی ها به محمد ایراد گرفتن که برای چی تن به خفت و خاری دادیم در برابر کفار. حتی محمد نام رسول اللهی خودش رو هم برداشت در صلح حدیبیه. برای چی؟ برای حفظ نظامش. یا علی ابن ابی طالب از حق خلافت و امامت خودش در همون گفتمان شیعه دست کشید. ادعاش هم این بود که اگر من بخوام ادامه بدم ممکنه اون کیان اسلام به خطر بیفته. بنابراین خلافت ابوبکر رو پذیرفت بعد از حالا حدود 6 ماه. البته خب برخی نقل ها مختلفه، ولی بعد از یک مدتی برای حفظ نظام خلافت ابوبکر رو پذیرفت، از حق امامت و خلافت خودش دست کشید. در گفتمان شیعه ما میتونیم مصداق بیاریم. پس اینکه خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام ترتیب میده به معنای نیست که یه چیز خودش ایجاد کرده. من دیدم بعضی از این آخوندها این حرفا رو میزنن که خمینی سر خود مجمع تشخیص مصلحت ایجاد کرده، در حالی که سر خود ایجاد نکرد. ریشه های حفظ نظام رو شما در زمان پیامبر اسلام و امامان شیعه هم میبینید که اگر ما وارد جنگ بشیم، وارد نزاع بشیم، ممکنه امت اسلامی به خطر بیفته، حکومت ما به خطر بیفته. بنابراین به یک صلح حقارتبار هم تن میدیم. پس در درون این رژیم ها شما میبینید ساختارهای مناسب خودش رو هم ایجاد میکنه. در اینجا به یک مسئله هم میخوام اشاره بکنم، به اون مثل ولایت فقیه. هرچند ما در آینده سعی خواهیم کرد وارد مباحث فقه سیاسی بشیم، حالا بهتر بگیم دانش سیاسی، اندیشه سیاسی، چون اندیشه سیاسی مفهوم گسترده تری داره، هم فقه سیاسی هم فلسفه سیاسی و همین رو در بر میگیره. ما در آینده وارد اندیشه سیاسی خواهیم شد، به خصوص در جهان اسلام افرادی مثل کندی، فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن باجه، ابن توفیق، ابن رشد، این بزرگان اندیشه ماوردی، اینا اندیش بزرگان اندیشه های اسلامی هستند در زمینه فقه سیاسی. در موردشون بحث خواهیم کرد چون خیلی مهمه برای ما. اما یه نکته هم میخوام عرض کنم که ابتدای برنامه عرض کردم، بحث سیاسی شدن و بحث ولایت فقیه، چون به ما کمک میکنه. همین امروز هم خیلی ها میگن آقا ولایت فقیه ریشه هایش در کجاست، چگونه به وجود آمد. من اینجا باید توضیح بدم، هرچند نمیخوام راجع به ولایت فقیه صحبت کنم، بحث مبسوط و مشروع و مفصلی داره که در آینده بهش خواهیم پرداخت. اما خب به یه نکته ای توجه بدم شما رو. وقتی صحبت از توانایی یا ظرفیت سیاسی شدن میشه، مقصود چیست؟ یه مثالی است خیلی شایع هست در بحث های گفتمانی، این نکته مطرح میشه. گفتمان یک مفهومی عام‌تر از ایدئولوژی است که حالا نمیخوام وارد ویژگی‌هاش بشم، با یک مثال میخوام توضیح بدم. این مثال رو خیلی از اندیشمندان حوزه گفتمانی آوردن، منم سعی میکنم از همون استفاده کنم. میگن شما به یه پدیده‌ای در بیرون نگاه میکنید، مثلا سیلی آمد، یه خرابی به بار آورد. این یه مفهومه، یه پدیده است.
اما برداشت از این مفهوم یا پدیده خیلی متنوع. یعنی وقتی یکی به این سیل نگاه میکنه ممکنه بگه این قهر خداست، عذاب خداست. دیدی دیگه بیماری که میاد، مثلا همین کرونا رو شما مثلا در نظر بگیرید که کمی برای ما عینی تر هست. یکی ممکنه برداشتش این باشه که چون گناه زیاد شد، فساد زیاد شد، خدا قهرش گرفت، برای همین خواست بشر رو تنبیه بکنه. یک شخص دیگری نگاه میکنه میگه نه، این بیماری حاصل بیتدبیریه، مثلا یک آزمایشگاهی در چینه. شخص دیگری نگاه میکنه و میگه این حاصل بیتدبیری در امر سیاسی و جنگ هاییست که میان دولت هاست که این بیماری ها رو ایجاد میکنن که به نوعی جهان رو متشنج بکنن. دیدید دیگه بحث هایی این گونه پیش آمد، تا بحث آخر و زمانی و نگاه های خاصی که نشان میداد که این بیماری مثلا توسط چینی ها برای ضربه زدن به اقتصاد جهانی است. پس یک واقعه، یک پدیده رخ داد، یعنی بیماری کرونا، اما برداشت ها از اون خیلی مختلف، حتی تا مسائل مختلف پزشکی. برداشتی که افراد از این پدیده دارن در گفتمان خاصی معنا پیدا میکنه. یعنی اونی که میگه کرونا حاصل قهر خداست، آزمایش و ابتلای خداست، گفتمانش دینی است. یعنی میبره این پدیده رو در درون یک گفتمان دینی معنا میکنه تو ذهن خودش. اونی که میگه این نقص پزشکی است، مشکلات پزشکی است، میبره این رو در درون یک گفتمان علمی معنا میکنه. اونی که میگه این حاصل یک کار بدی بوده در یک آزمایشگاهی، این رو از نظر فنی در یک گفتمان فنی قرار میده. کسی هم که برمیگرده میگه نه، چینی ها این رو درست کردن که جهان رو به آشوب بکشه، این پدیده رو در درون فهم سیاسی میبره. پس دقت بکنید برداشت چقدر متنوع شد. یعنی نسبت به یک پدیده‌ای انسان‌ها برداشت‌های مختلفی می‌کنن. وقتی برداشت‌ها مختلف شد، اینا رو می‌برن در گفتمان خاصی معنا می‌کنن. وقتی در گفتمان خاصی معنا شد، راه چاره اون هم از دل همون گفتمان بیرون میاد. یعنی اگر این حاصل قهر خداست، وارد گفتمان دینی میشه. گفتمان دینی به شما میگه پس نیایش بکنید خدا، از او تقاضای شفا بکنید، از او بخواید که قهر نکنه به ما. بنابراین جلوی فساد رو بگیرید، جلوی فحشا رو بگیرید. دیدید دیگه این بحثای گفتمانی است. یعنی یک پدیده‌ای در درون یک گفتمان معنا پیدا میکنه، از دل همون گفتمان هم راه چاره بهش داده میشه. اگه پدیده سیاسی باشه، راه چارتون سیاسی است. پس این مقدمه اول. مقدمه دوم، در جوامع سیاسی شدن یک پدیده به عوامل خاصی که مطمئن از همون جامعه است بستگی. شما الان در غرب نگاه بکنید، کوشش یک انسان یک پدیده روزانه است، پدیده روزمره است، یک پدیده عادی است. اینکه من میخوام مثلا با چادر برم بیرون، با روسری برم، یا اصلا نه، با لباس ساده برم بیرون، یه پدیده روزانه است. اما در جمهوری اسلامی پدیده سیاسی، یعنی همان چیزی که در جهان غرب پوشش عادی است، در جامعه‌ای مثل جمهوری اسلامی و ایران پدیده سیاسی است. یعنی اگر بانوی بدون حجاب بیرون میره، میخواد دهنکجی بکنه به رژیم که من ایدئولوژی تو رو قبول ندارم. فرایند محیط زیست رو نگاه بکنید. در ایران ما یک دریاچه اگه خشک بشه، چه بسا مردم اصلا کاری ندارن، رژیم هم کاری نداره، یه پدیده ظاهرا عادی است. اما در جهان غرب اینطوری نیست.
اگه محیط زیستی آلوده بشه، دریاچه ای بخواد خشک بشه، بلافاصله اون پدیده تبدیل میشه پدیده سیاسی. یعنی نهادها، NGOها و جامعه مدنی و احزاب ساکت نمیشینن، بلافاصله اون رئیس جمهور رو مؤاخذه میکنن، چون پدیده سیاسی میشه. پس خیلی مهمه سیاسی شدن پدیده ها. اسلام اساسا یک پدیده سیاسی است. همین دلیلی که در جهان غرب شما میبینید بعضی از این مسلمانان تندرو حتی به سبک زندگی غربی هم دهنکجی میکنن، و اخیرا در اروپا دیدید کسانی که با چاقو حمله میکنن به تجمعات مختلف، به زنان مختلف، افراد مختلف، با حالا دیدگاه های مذهبی یا نوع پوشش خاص. اسلام اساسا گفتمان سیاسی داره، اما در درون شیعه یک وجه ممیزه هست. در درون تشیع اساس گفتمانش سیاسی است، چون برگرفته از این است که خلافت حق علی بوده، توسط دیگران غصب شده، یعنی حاکم جامعه باید یک امام معصوم باشه. خب یعنی مبناش سیاسی است. اما در درون گفتمان شیعه یه مشکلی وجود داره، و اون این که در این گفتمان حکومت مختص افرادی است که امام معصومند، یعنی یک انسدادی حاصل میشه در امر سیاسی که در سال مثلا 260 به بعد دیگه شما نمیتوانید مدعی باشید که گفتمان ما گفتمان سیاسی است، چون امام ما رفته در غیبت. حالا تا سال 329 که غیبت صغرا بود و اوشون هم حاضر نبود، دیگه بعد تبدیل شد به غیبت کبرا. یعنی عملا گفتمان سیاسی شیعه تبدیل شد به یک گفتمان عقیدتی، عقب نشست، در حالی که در میان اهل سنت اسلام گفتمان سیاسی شد داشت. اما نکته اساسی اینجاست که میخوام عرض کنم، به مرور زمان علمای شیعه رفته رفته به این سمت رفتن که ما این گفتمان غیر سیاسی رو سیاسیش بکنیم، و این یک شبه رخ نمیده. شما از زمان صفویه میبینید افرادی میان در کنار شاهان صفوی قرار میگیرن، به اونها مشروعیت میدن، به اونها مقبولیت میدن، احکام اسلامی شیعی رو میپذیرن، برخی هاشون امامان جمعه میشن، مسائل مربوط به خراج و خمس و خیلی از چیزها رو آرام آرام این گفتمان داره به عهده میگیره. در انتهای دوران صفوی یه واقعه دیگه هم رخ میده، و اون پیروزی اصولیون بر اخباریونه. یعنی افرادی مثل اون آقای محمد باقر اصفهانی، معروف وحید بهبهانی، و خب شاگردان او بعدها، اینها توانستن اندیشه های اصولی رو وارد فضای گفتمانی شیعه بکن. حالا این اندیشه چه چیزی رو ایجاد میکرد؟ خب میدانید غرض این بود در گفتمان شیعه که ما باید از امام معصوم سوال بکنیم که حکم یک مسئله چیست، او به ما نظر بده، چون اون علمش لدن نیست، اون علمش فارغ و جدا از خطا و اشتباهه. اما به مرور اصولیون سعی کردن نشان بدن که زمانی که امام غائب هست، ما که حاضریم میتوانیم پاسخ به شما بدیم. یعنی اگر در مورد امور اجتماعی، سیاسی و فردی خودتون سوالی داشتید، باید به ما مراجعه بکنید. سنگ بنای این مسئله سبب شد که مردم آرام آرام به این سمت برن که خب روحانیت توانایی رو داره که غیبت امام رو موجه بکنه، غیبت امام رو برای ما حل بکنه، مشکلات پیچیده و غامزش رو برای ما روشن بکنه. شیعه از روز اول نمیتونست گفتمان سیاسی ایجاد بکنه، برای همینه که در زمان آل بویه و دیگران که عمرای شیعی بودن حکومت شیعه وجود نداشت. سیاسی شدن یعنی پدیده سیاسی شدن یک امری دفعتا نیست، به مرور شکل میگیره. خب مردم توسط اصولیون یاد گرفتن که بیا مرجع تقلیدی وجود داره، ما هم باید در مورد امور مختلف به یکی از این مراجع تن بدیم، یعنی ببینیم او چه میگه.
نگاه او چیست؟ پس اولین گفتمان سیاسی شدن شیعه در زمان صفویه یکی همزیستی بود با شاهان، دوم ایجاد یک فضایی که مردم احساس کنند سوالاتشون دیگه نیازی است امام پاسخ بده، آخوند میتونه پاسخ بده، مرجع تقلید میتونه پاسخ بده. در زمان قاجار همین پدیده به شکل عینی‌تری رخ داد، یعنی جایی که فتحعلی شاه و عباس میرزا برای جنگ و جهاد با روس رو به سمت آخوند آوردن، اونا هم نظراتی دادن، احساس کردن که خب بفرمایید مردم به خاطر ما اصلا میرن به جنگ و جهاد، مردم به خاطر ما هست که تنباکو رو تحریم میکنن در زمان ناصرالدین شاه. و بعد دیگه در دوران مشروطه که دیگه رسید به اوجش، اما هنوز این گفتمان قدرت نداره که بگه من حکومت میخوام، اما آرام آرام سیاسی داره میشه دوباره، یعنی وارد یک فضایی میشه که بتونه حکومت از دست بقیه اقشار جامعه به دست بگیره. در حالی که گفتمان اولیه سیاسی نشده بود بعد از غیبت امام، اما این گفتمان داره آرام آرام سیاسی میشه. اما این کار تمام نمیشه تا اینکه به دوران پهلوی میرسه، یعنی جایی که آرام آرام آیت الله کاشانی ها میان، خمینی ها میان و شروع میکنند به تبیین دیدگاه ولی فقیه، یعنی گفتمانی که میخواد بگه دیگه من آخوند میتوانم در امر سیاسی هم امام غائب رو کنار بزنم، دیگه نیاز به حضور اون آقا نیست، ماها خودمون هستیم. اما خمینی نمیتونست یک دفعه این کار رو بکنه، یعنی اگر خمینی در زمان صفویه یا ابتدای قاجار بود به هیچ عنوان توانایی این رو نداشت که بتونه اون گفتمان غیر سیاسی شیعه رو تبدیل بکنه به یک گفتمان سیاسی. پس ما به این فرایند باید خیلی دقت بکنیم که چگونه گفتمانهای ایدئولوژیک در درون جامعه تولید شبیه و بدیلش رو میکنن. چرا اینو عرض میکنم؟ برای اینکه ممکنه در آینده ایران هم این گفتمانها شکل جدیدی به خودشون بگیرن، یعنی خطر روحانیت با رفتن جمهوری اسلامی مرتفع نمیشه دوستان، باید ساختارهایی رو ایجاد کرد که در درون اون گفتمانهایی که باز تولید میکنن توانایی این رو نداشته باشن که فقط در یک فضای غیر رقابتی گفتمان خودشون رو سر و شکل بدن و با تحمیق جامعه قدرت رو به دست بگیرن. چون وقت برنامه‌مون هم به اتمام رسید، بخشی از این صحبت میمونه برای جلسه آینده که بتونیم به شکل مفصل در خدمت شما باشیم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر، موفق باشید.